همه ساله در ابتدای ماه می میلادی وزارت خارجه آمریکا حاصل رصد میزان آزادی ادیان و مذاهب در دنیا را به صورت گزارشی رسمی انتشار می‌دهد. یو اس نام کمیسیون ویژه است که همه ساله آزادی ادیان و مذاهب در تمامی کشورهای دنیا را مورد بررسی و رصد دقیق قرار می دهد و نتایج آن را وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام می کند. در گزارش مذکور به تحقیقات ماشل باشلت کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل استناد شده که دولت چین را به ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت بر ضد مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ متهم نموده است در تحقیقات کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید شده که مسلمانان اویغور همچون سالهای گذشته در وضعیت بردگی و کار اجباری سخت و طاقت فرسا قرار دارند و هیچ بهبودی در وضع ایشان نسبت به سالهای قبل صورت نگرفته است. در ماه جوان 2022 پارلمان اروپا با تصویب قطنامه به سرکوب اویغورها در چین اعتراض کرد و ضمن آن تایید کرد که مسلمانان اویغور قربانی بازداشت و سرکوب خشونتبار کوچه دست جمعی اجباری مخشویی سیاسی جداسازی خانواده ها نقض مستمر و گسترده آزادی مذهب و انجام عبادات تخریب محل عبادات به کارگیری نظارت مستمر بر زندگی خصوصی عقیم سازی و جلوگیری از زاد و ولد ایشان است در قدنامه پارلمان اروپا که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا هم باستاب داشته به طور مشخص جداسازی خانواده ها به ویژه فرزندان از والدین به عنوان جنایت علیه بشریت با مخاطرات و صدمات شدید روحی و روانی برای کودکان اویغور ارزیابی شده و به مسابه نسکشی اویغورها دانسته شده است